انار و پوست انار. انار به دلیل داشتن ترکیبات مفید برای بدن فواید خیلی زیادی برای بدن داره، اما ما همیشه پوست انار رو دور می‌ریزیم و اصلا از فواید پوست انار یا غافلی و اصلا اطلاعی در موردش نداریم. سلام به همه دوستان و همراهان عزیز کانال، امیدوارم که حال همه شما خوب و خوش باشه. حسینی هستم، مستر میکروبیولوژی. امروز قراره در مورد فواید بسیار جالب، بسیار مفید پوست انار صحبت کنم. اگه موضوع برای شما جالبه، پیشنهاد میکنم حتما ویدیو رو تا آخر ببینین، و اگر تا حالا عضو کانال نشدین، برای بار اول هست که ویدیو رو میبینین، پیشنهاد میکنم عضو کانال بشین تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشین. ما هر دو روز یک بار در مورد مطالب جالب و جذاب دنیای سلامت، دنیای بیولوژی ویدیوهای بسیار جالب و جذاب داریم. خب بریم ویدیو رو قسمت ها رو برای شما توضیح بدیم و در نهایت نحوه استفاده کردن از پوست انار رو هم برای شما توضیح بدیم. در کنار تمام فوایدی که دانه های یاقوتی انار برای بدن داره، مثلا اینکه انار خاصیت ضد التهابی داره، واسه سلامت قلب و عروق میشه، به تقویت سیستم ایمنی کمک میکنه، به هضم غذا کمک میکنه، احتمال ابتلا به سرطان رو کاهش میده، در پایین آوردن قند خون بسیار مفیده، به پوست و مو کمک کننده است. در کنار فوایدی که انار داره، پوست انار هم فواید خیلی زیاده داره. در ابتدا بریم ببینیم که اصلا چه ترکیباتی داخل انار هست، این ترکیبات چه مفیدیتی برای بدن دارن، و این که ما به چه ترتیب به صورت اصولی از پوست انار استفاده کنیم که در پایان ویدیو قسمت آخر برای شما توضیح بدیم. پوست انار در حقیقت دارای 6 دسته ترکیبات مهم و ضروری هست که به ترتیب شامل آنتی اکسیدان هست، مثل پولیفنول ها، مثل تانن ها و فلاونوئید ها، که به مبارزه با در حقیقت رادیکال های آزاد به بدن کمک میکنه. دسته دوم ویتامین ها هست، مثل ویتامین C و ویتامین E. دسته سوم مواد معدنی مهمی هست، مثل پتاسیم، کلسیم و منیزیم. دسته بعدی ترکیبات آنتی اینفلامیشن یا ضد التهابی بدنه، مثل اسید بونیکیک که در حقیقت باعث کاهش التهاب بدن میشن. فیبرها دسته های بعدی ترکیبات موجود در پوست انار هستن که به سیستم هضمی کمک میکنن، و در نهایت بعضی از ترکیبات گیاهی مثل ملانین ها، مثل اسید سیتریک و اسید مالیک، ترکیبات دیگری هستن که در پوست انار وجود دارن. خب بریم ببینیم اصلا فواید پوست انار، حالا با توجه به که انار این 6 دسته از ترکیبات داره، چه فوایدی برای بدن داره. یکی از مهمترین فواید پوست انار کمک به درمان کبد چرب. کبد چرب که از اثر چاقی، اضافه وزن، رژیم‌های غذایی غلط، نوشیدنی‌های الکلی، دیابت و کم تحرکی ممکن ایجاد بشه، ممکنه مرکز متابولیسم بدنه که جگر رو هست رو کارش رو مختل کنه، و حتی در گریدهای بالای کبد چرب کبد از کار بیفته و باعث مرگ بشه. اما یکی از روش‌های کمک کننده در درمان فتی لیور یا کبد چرب، استفاده کردن از جوشانده پوست اناره، به دلیلی که پوست انار آنتی اکسیدانت های خیلی زیاده داره، ترکیبات ضد التهابی خیلی زیاده داره، به سمزدایی کبد کمک میکنه، باعث بهبود عملکرد کبد میشه و در درمان کبد چرب کمک کننده. دومین فایده پوست انار برای تنگ شدن واژن در خانم ها مخصوصا بعد از زایمان هست و در درمان هموروئید یا بیرون زدگی مقعد بسیار مفیده. همچنین پوست انار به قطع کردن ترشحات بعد از عادت ماهیانه در خانم‌ها بسیار کمک میکنه. پوست انار برای افرادی که مقعد اونا بیرون زده است یا به عبارتی بواسید یا هموروئید دارن بسیار مفیده و باعث جمع شدن مقعد در این افراد میشه. برای این که در حقیقت این جوشانده پوست انار رو درست کنیم، کافیه که پوست انار رو خشک کنیم، پودر کنیم و حدود نیم ساعت این پودر رو با آب بذاریم بجوشه و از صافی رد کنیم، بعدش اجازه بدیم سرد بشه، نه اینکه کاملا سرد، به صورت ولرم بشه، و بعد داخل ظرف بزرگتری بزنه، و در حدود نیم ساعت اون شخص که مشکل داره میتونه داخلی ظرف بشینه. اما باید به این نکته توجه کرد، در بعضی از موارد ما جوشانده پوست انار میخوریم، اما در موارد مشکلات رحمی و هموروئید باید توی جوشانده پوست انار بشینیم، و این نکته مهمه. اگه افرادی که هموروئید دارن اگر جوشانده پوست انار بخورن، به دلیل اینکه پوست انار خاصیت قبض کنندگی داره، قابض هست، ممکنه هموروئید اونها رو بدتر کنه. پس برای افراد هموروئیدی یا برای خانم ها بعد از ولادت بهتره که داخل جوشانده پوست انار بشینن. سومین فایده پوست انار در مبارزه کردن با آکنه ها و مفید بودن اصلا برای پوست. پوست انار خواص ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد التهابی داره و میتونه به طور مؤثر با مشکلات پوستی مثل آکنه، مثل جوش صورت و به صورت پوستی به مرور زمان مبارزه کنه. فایده بعدی پوست انار
از بین بردن سموم بدن یا خاصیت دتوکسیفیکیشن کردن اون است. به دلیلی که آنتی اکسیدانت خیلی زیاده داره میتونه به کبد کمک کنه تا سمومی که از غذا خوردیم، از هوای آلوده است، از آب آلوده است، از بدن دفع بشه و در نهایت به نحوی به کبد بتونه کمک کنه. فایده بعدی پوست انار جلوگیری از پیری پوست است. بسیار مفیده برای پوست. تحقیقات نشون داده که استفاده از عصاره پوست انار و همچنین روغن دانه‌های انار به دلیلی که اسید به اسم اسید الاژیک در ترکیب خودش داره موجب سنتز کلاژن میشه و به طور مؤثر به رشد سلول‌های پوست کمک میکنه و باعث تقویت اونها میشه و در نهایت چین و چروک پوست به تعویق میندازه و حتی تا حدودی کنترل میکنه. فایده بعدی در حقیقت پوست انار در درمان سرفه و گلودرد، عصاره هیدروالکلی که در جوشانده پوست انار وجود داره خاصیت ضد باکتریایی داره و میتونه در درمان سرفه و گلودرد کمک کنه. کافی که مقداری از پوست انار جوشاندهش رو غرغره کنیم میتونه روی تسکین گلودرد خیلی کمک کننده باشه. فایده بعدی پوست انار در مبارزه با سرطان پوسته. ریسرچ های تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته نشان داده شده که عصاره انار حاوی ماده پیشگیری کننده ای هست که جلوگیری از سرطان پوست میکنه و خواص ضد التهابی و ضد سرطانی داره و همچنین موجب پیشگیری از سرطان پوست میشه. فایده بعدی که در حقیقت پوست انار برای بدن داره منبع غنی ویتامین سی هست که سبب تقویت سیستم ایمنی میشه، به بهبود زخم‌های بدن میتونه خیلی کمک کننده باشه، مخصوصا کسایی که عملیات جراحی داشتن قسمتی از بدن اونها پاره شده، و همچنین در ساخت ترکیبات مهمی مثل کلاژن میتونه خیلی کمک کننده به بدن باشه. فایده بعدی پوست انار در پیشگیری از بیماری‌های قلبی است. اگر کلسترول یا LDL در بدن توسط رادیکال‌های آزاد اکسید بشه به مرور زمان باعث ایجاد بیماری‌های قلبی عروقی میشه، اما ترکیباتی که در پوست انار وجود داره، آنتی اکسیدانت‌هایی که وجود داره باعث محافظت از LDL میشه و اجازه نمیده اکسید بشه، در نهایت اثر محافظتی روی قلب عروق داره و تا حدود زیادی جلوگیری از ایجاد مشکلات قلبی میکنه. فایده بعدی پوست انار سبب بهداشت دهان و دندان میشه. همونطور گفتیم پوست انار خاصیت ضد باکتریایی و ضد ویروسی و همچنین ضد پوسیدگی دندان داره و با بسیاری از مشکلات دهان و دندان مثل التهاب لثه، مثل دنتال پلاک یا پلاک دندان و همچنین پوسیدگی های دندان میتونه مبارزه کنه. کافیه که مقداری از پودرشو با خمیر دندان استفاده کنیم و یا پودرشو مثل آب نمک که قرقره کنیم در درمان گلودرد و در حقیقت ضد عفونی کردن دهان بسیار مفیده. فایده بعدی پوست انار در سلامت استخوان‌ها بسیار مهمه. مطالعات نشون داده که مصرف خوراکی پودر پوست انار میتونه به تقویت و سلامت استخوان‌ها و دندان‌ها و جلوگیری از پوسیدگی هم استخوان و هم دندان میتونه کمک کننده باشه، مخصوصا در خانم‌ها بعد از یائسگی اونها. و پوست انار سرشار از تانن‌ها و پلی‌فنول‌ها هست و مصرف عصاره او میتونه در واقع تاثیر خیلی مفید و عالی روی سلامت استخوان‌ها داشته باشه. فایده دوازدهم یا فایده بعدی پوست انار جلوگیری از ریزش مو هست. عصاره پوست انار در مبارزه با ریزش مو، مخصوصا ریزش های مویی که از اثر در حقیقت قارچ ایجاد میشه، از بین بردن شوره سر میتونه به پوست سر و به پیاز مو خیلی کمک کننده باشه و جلوگیری از شوره سر و جلوگیری از ریزش مو بکنه. طریقه استفاده از پوست انار هم بسیار ساده. کافیه که پوست انار بذاریم خشک بشه، حالا یا داخل ماکروفیل یا توی آفتاب، بعد اون رو پودر کنیم و با پودرش میتونیم خیلی راحت دمنوش درست کنیم یا خیلی ساده مثل چای اون رو دم کنیم و میتونیم هفته یک بار دو بار میتونیم اون استفاده کنیم. اما در کنار فوایدی که در رابطه با پوست انار به شما توضیح دادیم، پوست انار ممکنه برای بعضی ها ضرر هم داشته باشه. مخصوصا توصیه نمیشه افرادی که هموروئید دارن پوست انار جوشانده استفاده کنن، افرادی که سرد مزاج هستن نباید استفاده کنن از جوشانده پوست انار، و یا ممکنه در بار اول که شما استفاده میکنیم بنابر هر دلیل حساس به پوست انار باشین و در شما ایجاد حساسیت کنه، ایجاد بصورت پوستی کنه، ایجاد خارش پوست کنه، و یا مشکلات معده رو در بعضی از حالات خیلی کم برای شما ایجاد کنه. کافیه که اگر با این مشکلات روبرو شدیم مصرفش رو یا بسیار به حداقل برسونیم و یا متوقف کنیم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشیم، برای شما جالب بوده باشه. اگه سوال داشتین حتما در کامنت ها مطرح کنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر در رابطه
پیشنهاد میکنم حتما عضو کانال بشه. موفق و پیروز باشی، روز همه شما بخیر، خدا نگهدار.